کریم خان زند که بود و چه کارهایی برای ایران انجام داد؟ سلام، خوش اومدید به چنل بدانیم تیوی. من در این چنل داستانهای تاریخی تعریف میکنم. اگر به تاریخ ایران علاقه دارید و دوست دارید بدونید در تاریخ ایران چه اتفاقات افتاده، چنل منو سابسکرایب کنید، زنگوله نوتیفیکیشن رو فعال کنید و این ویدیو رو هم لایک کنید. محمد کریم بهادر خان زند، وزیر اعظم شاه اسماعیل سوم صفوی و فرمانروای ایران از سال 1128 تا 1157 خورشیدی و بنیانگذار دودمان زندیه بود. وی از توایف لک از لورهای شمالی محسوب میشد. پس از مرگ نادرشاه، جانشینان او درگیری فراوانی بر سر قدرت نمودند. در این شرایط ایران وارد مرحله از عدم ثبات سیاسی و اقتصادی شدیدی گردید و به دلیل خلع قدرت دولت مرکزی، خانین و حکام نواحی طغیان نموده و در صدد کسب استقلال بیشتر یا رسیدن به منصب پادشاهی برآمدند. علی قلی خان، ابراهیم خان، شاهرخ و سلیمان دوم هر کدام مدت کوتاهی سلطنت کردند. احمد شاه درانی از سرداران افغان نادر در شرق ایران، محمد حسن خان قاجار در استراباد و آزاد خان افغان در نواحی شمال ایران در صدد تشکیل حکومت و کسب قدرت بودند. در میان این آشفتگی ها کریم خان زند نیز به دنبال چنین هدفی بود. او کزاز را تصرف کرد و توانست محمد علی خان حاکم همدان و حسن علی خان حاکم اردلان را شکست دهد و حامیانی پیدا کند. کریم خان پس از پیروزی بر دشمنان خود شهرت زیادی کسب نمود و عنوان کریم خان یافت. کریم خان پس از پیروزی های متعدد و کسب آوازه با علی مردان خان بختیاری متحد شد و بنابر پیشنهاد علی مردان خان تصمیم گرفتند به ابوالفتح خان بختیاری حاکم اصفهان و عراق که منصوب شاهرخ میرزای افشار بود حمله کرده و او را شکست دهند. آنها توانستند ابوالفتح را شکست دهند، اما پس از این پیروزی پیمان اتحاد سه جانبه منعقد نمودند تا برای نجات ایران از هرج و مرج چاره ای بیندیشند. متحدین ابو تراب نوه مادری شاه سلطان حسین را با نام شاه اسماعیل سوم بر تخت نشاندند و مناصب را بین خود تقسیم کردند. علی مردان خان به علت سن کم شاه جدید، نایب السلطنه او کریم خان زند سردار کل سپاه و ابوالفتح خان نیز حاکم اصفهان شد. بعد از این پیمان کریم خان عازم فتح نواحی غربی ایران گردید. هنگامی که وی مشغول فتوحات بود، علی مردان خان با استفاده از غیبت وی ابوالفتح خان حاکم اصفهان را کور و مقتول و عمویش بابا خان بختیاری را حاکم اصفهان نمود و خود عازم دفع صالح خان حاکم شیراز گشت. علی مردان خان خود را پادشاه واقعی ایران میدانست و شاه اسماعیل سوم برایش آلت دستی بیش نبود. کریم خان بعد از اطلاع از این موضوع در یک شورای مشورتی با سرداران خود تصمیم گرفت با علی مردان خان بجنگد. او با 30,000 سپاهی به اصفهان حمله برد و شهر را تصرف کرد. علی مردان خان هم که شیراز را تصرف و در آنجا ستم زیادی کرده بود، بعد از اطلاع از این وقایع به سوی اصفهان حرکت کرد. خان زند نیز فوراً با سپاه خود راهی جنوب شد. در چهارمحال بختیاری دو سپاه روبروی هم صف آراستند. در آن نبرد علی مردان خان مغلوب شد. کریم خان توانست پس از فروپاشی حکومت نادرشاه افشار تمام بخش‌های مرکزی، شمالی، غربی و جنوبی ایران را تحت حکومت خود درآورد. کریم خان در دوران اوج حکومت خود تقریبا بر تمام ایران حکومت میکرد، اما از تاجگذاری خودداری نمود و پس از پیروزی بر محمد حسن خان قاجار در دیوان خانه قدیم تهران خود را وکیل و رعیا خواند. کریم خان در اواخر عمر خود به مرض سل مبتلا گردید و چون سن او در این تاریخ قریب به 80 بود، روز به روز ضعیفتر می شد. واقعه قتل علی محمد خان و شورش اعراب و بعضی انقلابات که در پاره از ولایات بر اثر انتشار خبر دروغی مرگ او بروز کرده بود، کریم خان را روز به روز نحیفتر و افسرده تر می کرد. تا آن روز که در 13 صفر خان زن از همین مرض در تاریخ مذکور در شیراز فوت نمود. مدت حکومت کریم خان مجموعاً بالغ بر 30 سال و 8 ماه بود. پس از آن زکی خان و یارانش که بر اوضاع مسلط شده بودند، جنازه وی را به آیین شاهنامه در امارت کلاه فرنگی باغ ارگ در قبری که برای خود ساخته بود
دفع کردن. خب رفقا، به پایان این ویدیو رسیدیم. امیدوارم از شنیدن زندگی نامه کریم خان زند لذت برده باشید. اگر به داستانهای تاریخی علاقه دارید و دوست دارید تاریخ ایران رو بیشتر بشناسید، چنل ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله نوتیفیکیشن رو فعال کنید و این ویدیو رو هم لایک کنید. دمتون گرم. به راستی که تاریخ ایران افتخار ماست. خدا نگهدار.